درود بر شما همینان ارجمند گامی افراد در برنامه رو در رو ساعت بعد از ظهر سه‌شنبه هفتم از ماه فوریه 2012 میلادی به همراه آقای وارتان کارگردان فنی برنامه امروز خدمتتون ارائه میدیم. روزهای شنبه هم 8 بامداد در خدمتتون هستیم هر دو زمان به وقت محلی کالیفرنیا. دو بازپخش هم داره که روز بعدش خواهد بود بعد از ساعت 1 بامداد به وقت باز کالیفرنیا. بله، هر افتخاری که دختران ایرانی در داخل یا در خارج از کشور به وجود می آورند یا بگیم می آفرینند متعلق به همه دختران ایرانه، متعلق به همه زنان ایرانه، متعلق به همه بچه های ایرانه، مردان و کودکان و سرزمین ایران. و اگر کار شرمگین و شرمساری هم به وجود بیاد، ننگین در داخل که بیشتر توسط حکومت هست بر زنان، این ننگش بر پیشانی همه ماست. اما اجازه بدین امروز به یک واقعی افتخار آفرین که دختر خانم ایرانی در خارج از کشور به هر حال نصیب شده و همه ما افتخار میکنیم اشاره کنیم، خانم نازنین افشین‌جم. میدونید که دختر زیبارو ملکه زیبایی کانادا بود و بعد به حقوق بشری روی آورد، صدای زیبایی هم داره، مدل بود در همه در هر جا که موضوع حقوق بشری بود ایشون حضور داشت. نازنین افشین‌جم ازدواج کرده اخیراً با وزیر دفاع کانادا و ایشون در سال 2003 عنوان دختر شایسته کانادا رو اصاب شد و این هم داماده. عجیبه که داماد و عروس نگاه کنید چقدر این دو شبیه پرنس فیلیپ و کیت، شاهزادگان انگلیس هستن. یعنی چند سال دیگه پرنس فیلیپ شبیه همین آقای مستر مکی پیتر مکی وزیر دفاع کانادا و نازنین افشین‌جم هم که بله خیلی شبیه کیت ملکه آینده انگلستانه. اینها در واقع 7 سال پیش گویا با هم آشنا شدند در یک سخنرانی که در ارتباط با حقوق بشر در اتاوا میکرد، اتاوا خانم نازنین افشین‌جم. و این آقای پیتر مکی از سال 1997 تا کنون نماینده پارلمان کاناداست و از سال 2007 تا کنون وزیر دفاع و امیدواریم که در آینده ایشون رئیس جمهور یا نخست وزیر بشن و ما ملکه ایرانی در خارج از کشور داشته باشیم. نازنین افشین‌جم 32 ساله است و پیتر مکی 46 ساله و یه مقداری همین دو در واقع خانم نازنین افشین‌جم انسان رو یاد خانم سرکوزی نخست وزیر فرانسه میکنه که از مدلی و خانگی و زیبارویی در حال رو آورد به ملکه همسر اول شدن فرست لیدی. اما نازنین افشین‌جم تحصیل کردم هست و بسیار در بسیاری فراخوان ها وجود داشته. این عکس هم یک عکس تاریخی است در واقع، شبیه این عکس رو پسر کندی وقتی ازدواج کرده بود که در حادثه هواپیما کشته شد گرفت، شبیه این عکس رو باش مشابهش رو همین شاهزادگان انگلیس. به هر حال نازنین افشین‌جم به واقع شبیه فرست لیدی و یک ملکه واقعی است دیگه، باید بگیم ایشون شاید در آینده ملکه آینده کانادا باشن. اما بعید میدونم که به کارهای گذشتهشون مثل خوانندگی مدلی یا صحبت‌های حقوق بشری روی بیارن، چون از سال تا حالا قبل از ازدواج اختیارشون دست خودشون بود، از سال بعد همسر. چرا؟ چون همسر فردی سیاسی و در واقع هر عملی که خانم نازنین افشین‌جم از سال بعد بکنه مستقیم عکس عملش میره به روزنامه های کانادا و بر دولت کانادا تاثیر میذاره. به همین دلیل تصور نمی کنم حالا چون زن همسر وزیر دفاع کانادا شده بتونه بیشتر برای فرزند ایرانی ها کار بکنه. نه، ایشون نحوه زندگیش عوض شد، ولی همونقدر که یک
زن برجسته سیاسی هست الان کافیست حالا در راستای زندگیش دچار چه حرکت های سیاسی بشه بر اساس قواعد سیاسی دولت کانادا دیده، اون رو باید منتظر بمانیم. زوج زیبا خوشقیافه و باعث افتخار همه ایرانی ها. خیلی خوب، حالا یه گزارش میخوام خدمتتون بدم از پیامبران قرن 21 در غرب. پیامبران قرن 21 در غرب توسط دختران قرتی، دختران سکسی. حالا ببینید چه بیلبشوی در دنیا است. یه دهی در بعضی از کشورها دارن لخ میشن برای اعتراض به قواعد و قوانین اسلام، که روز شنبه گزارش کامل در این مورد دارم. و در امریکا خانوم پریس هیلتون، میشناسین که نوه هیلتون معروف صاحب هتل های هیلتونه، این دختر خیلی جنجال آفرینه در امریکا، بسیار مشهوره، در اثر مستی رانندگی به زندان رفته. در افریقای جنوبی موقع مسابقات جام جهانی بود گویا به خاطر دراگ گرفتن، در ریالتی شو لخت میشه. یک دختر به حرف هیچکی گوش نمیده و خب سنش میلیونر، از پدر مادر میلیونر، دیگه پدر بزرگش صاحب هیلتون است و خودش ماهی میلیون ها دلار داره در میاره، برند نیم خودش داره، یعنی بوتیک های خودش، کیف هایی که زیر نام خودشه، و چند وقت پیشم صحبت از این بود که بیاد و چیکار کنه، هتل سراسری بزنه منتها ارزون قیمت. این خانوم تازگی با یک، چون همش این پریس هیلتون دنبال ماجراجوییه و یه مدتی است که از صحنه دیدها بیرونه، حالا با یه دیدگاه جدید و جنجال جدید اومده. اینکه این خانوم قرتی لخت خیر سر غیر قابل کنترل به اسلام گرویده، مسلمان شده و میخواد در بیورلی هیلز مرکز مسلمانان دایر کنه و گفته که من از خود بی خود بودم و اسلام من رو به خود آورد. و بله این خانوم مسلمان شده و خیلی جالبه، این پیامبر قرن 21 شده، داره نماز میخونه و کسی هم داره ایشون رو هدایت میکنه. اینی که پریس هیلتون اومده، این دختری که شایعه است که هر شب با یه پسره و در مواد مخدره و اصلا هیچ که نمیتونه این زن رو کنترل بکنه، حالا یه دفعه اومده 180 درجه چرخیده و مسلمان شده، گربه عابد و مسلمانا. این خب یک موضوع مقطعیه، یعنی تبلیغات، یعنی ایشون الان در تمام دنیا برند نیماش هست، لباساش، هتل های پدرش، و این بهار عرب هم به واقع یه دیر دیوونه کرد مثل ایشون، بخواد مطرح بشه دیده که یه مقدار از قافله عقب مونده. و چیز دیگه بر روی موج پریدن، به هر حال این خانوم حالا کجای مسلمانی رو دیده. بله خانوم پریس هیلتون، این برای من خیلی جالب بود. حالا خانوم گلشیفته فراهانی خودمون رو داریم که آمده در پاریس به خاطر اعتراض به حجاب اجباری و آنچه که مذهب اسلام در قالب حکومت بر زنها میاد لخت میشه، زنها در کیف اوکراین لخت میشن برای اعتراض به عدم رانندگی زنها در عربستان سعودی به خاطر تبعیضی که اسلام بر زنها میذاره، حجاب اجباری. و حالا این خانوم اومده عکس ماجرا رو، خانم پریس هیلتون، خب دیگه دنیای رقابته دیگه، چون امروز اگر نگاه کنین سر تا سر اینترنت تظاهرات لختیه به خاطر اعتراض به حقوق حیوانات، میبینید هزاران نفر لخت با دوچرخه فرزند تو پاریس دارن میرن، در آفریقای جنوبی لخت سر تا پاشون رو رنگ میکنن باز برای عدم حقوق اجتماعی. این رو در واقع از زنان کیف اوکراین شروع شد و این فرهنگ لخت در مقابل
استبداد مذهبی و پوشش و چادر زنان مسلمان همه گیر شده. حالا خانم پریس هیلتون چون همیشه اون سوی لخته شده، اومده 180 درجه این طرف قضیه. خب این خیلی جالبه از نظر هالیوود، چون دیگه لخ شدن یه موقعی بود مدانا لخ میشد، او همه دوربین ها خانم مریلی مونرو مثلا دامنش رو باد میزد بالا، اون پنکه زمین زیر زمینی چه قشقرق به پا شد. الان دیگه مهم نیست، همه لخ میشن. این خانم پریس هیلتون شنیده بودم که بیزینس وومن بسیار باهوشیه، اما نه تا این حد که چرخش دوربین ها رو برای خودش بیاره و با آمدن مسلمان شدن حالا میخواد برگرده در مرکز هالیوود مسجد بزنه. دیگه مسلمان شده، چقدر خوبه، خودش رو پیدا کرده، سالهای یلخی بوده و الحمدلله ایشون هم به اسلام ناب محمدی پیوستن. اما باید خانم پریس هیلتون رو بهش بگیم این تمام پکیج نیست، مسلمانی فقط به این تبلیغات نیست که صورت رو آرایش پاک کنی و چادر سرت بندازی و در قصرت بشینی یا آقا بیاد به تو، نه چیزهای دیگه هم داره. من جمله نگاه کنید زنهای عربستان سعودی بیچارا 1400 سال در این خیمه های سیاه کلوفت نمیتونن نفس بکشن، نمیتونن آب بینیشون رو بگیرن، اجازه ندارن رانندگی کنن. حالا دولت عربستان گفته در سال 2014 استادیوم ورزشی ساخته شده که خانم ها میتونن برن مشنا فوتبال نگاه کنن. البته یه قسمت این استادیوم پوشیده و محفظ داره و برای خانم هاست. حالا خانم پریس هیلتون اگر میخواد مسلمان بشه واقعا باید تمام قوانین مسلمانی رو، فقط تبلیغاتشو بر نداره، باید پوشش بزنه، باید نماز بخونه، باید قوانین اسلام حق رأیش نصف قانون نصف مرد، شاهد دیگه نمیتونه به عنوان شاهد کامل باشه، ارث پدرش بر اساس قوانین اسلام اگه بخواد بشه، چون نمیشه که بگه که من لحاظ گرفتن ارث و میراث پدرم یا پدر بزرگم مسیحیم ولی میخوام، همه چیزش باید مسلمون باشه. و اینجاست که نباید این خانمو به رها کرد، که البته بدم نیست این رو جنبش ها، من موافقم، چون اسلام در مقطعی قرار گرفته که حالا یه دل لخ شدن، یه دل لختی ها با پوشش گذاشتن، اینها در واقع دارن یک مقدار این قوانین خشک چند هزار ساله اسلام رو چرخش میدن، دارن مثل خمیری این رو نرمش میکنن، شکل و فرم متفاوت بهش میدن. بد هم نیست این بازی ها با اسلام، و چه بسا که این خانم حالا مسلمان شده به عنوان یک زن مسیحی آزادی خواه بیاد حرفایی بزنه، بعد یه عده خانومی که مسلمانن که حرف بنده شاید تو گوششون نره یا بهشون نمیرسه، حرفای این خانوم مثلا در افریقا خیلی هم خوبه. این خانوم پریس هیلتون بیاد و برای اونها صحبت کنه. مسلما نمیاد سوره نسا رو برای زنها، اصلا اگر بفهمه در سوره نسا چی، این چادرشو بعد در میاره آتیش میزنه. و فقط از مسلمانی فکر کنم این حرکت زیبای دنیای بهار عرب رو شنیده، و خیلی خوبه که بره سخنرانی کنه، تبلیغ بشه در بین زنهای آفریقایی، ببینن یک خانومی به اسلام گرویده، حرفای حقوق بشری بزنه. شاید هم بد نباشه که ما این پیامبران قرن 21 از بین دختران آلامود پاریسی بیاریم بین بیش از 700 میلیون زنی که در آفریقا و در خاورمیانه و در سایر نقاط هنوز نمیدونن حق و حقوقشون چیست. خیلی خوب، حالا یک خانومی هم از یمن، یک بانوی مسلمان، جایزه نوبل رو کسب کرد. در واقع این دومین زن مسلمان هست. اولین زن مسلمان خانم شیرین عبادی از ایران بود و خدمتون بگم ایشون، البته امسال جایزه نوبل به سه بانو تعلق داره، دو بانو از افریقا و یک بانو از کجا؟
از یمن به خاطر تلاش های غیر خشونت آمیز جهت امنیت برای امنیت زنان و حقوق زنان. و این خیلی خوبه که زنها در جهت صلح گام برمی‌دارن. و این سه بانو از دست چپ خانوم توکل کارمان که به فارسی هم نوشته بودن کرمان، خانوم توکل کارمان، ایشون از یمن، حالا بعد وسط اون که خانوم وسطه لیما گوبوف، این خانوم از افریقا هست، و خانوم الین جانسو سیرلف، ایشون هم از افریقا هست. اجازه بدین ما این خانوم ها رو دونه دونه یک بیوگرافی کوچیک بدیم، ببینم اول عکس تکیه کدوم رو فرستادم. تصور میکنم خانوم توکل کرمان، اینها این سه بانو برندگان جایزه صلح نوبل 2011 هستن عزیزم. فکر کنم خانم توکل کرمان یا توکل کرمان عکس تکیشون هست. بعد از این وارتانه گرامی هستش عزیزم. خب این خانم 33 ساله هست، در سال 1979 متولد شده، یعنی درست موقع انقلاب ایران. روزنامه‌نگار سیاست مدار فعال سیاسی است، تحت تاثیر مهاتما گاندی، مارتین لوتر کینگ، وینستون مندلا قرار گرفته. سنیه صاحب سه فرزندش، پدرش یک وکیل و سیاست مداره، و خواهرش طریق کارمان که یک شاعر یمنی است، و برادر دیگرش صفا کارمان که برای تلویزیون الجزیره کار میکنه. این خانوم توکل کرمان یکی از برندگان جایزه صلح نوبل 2011 دارای مدرک حقوق سیاسی است، بنیانگذار ارگانیزیشن یا سازمان Women Journalists Without Chains، زنان روزنامه نگار بدون زنجیر، زنان روز بله، و به جهت حقوق بشر و آزادی بیان، توسعه حقوق بشر و آزادی بیان. خانم توکل کرمان عضو حزب الاصلاح، یعنی الاصلاح اصلاح سو، که حزب مذهبیه، در سال 2005 تشکیل شده، و ایشون در واقع این حزب در سال 2005 برای مخالفت با پرزیدنت صالح، رئیس جمهور صالح، به وجود آمد. اما اعضای این حزب که سرکار خانم توکل کرمان عضوش هستن از اخوان المسلمین و سلفی هستن، ولی خانم توکل کرمان گفته که من خودم رو وابسته به هیچ کدوم از این دو حزب سیاسی نمیدونم، صرفاً به این حزب پیوستم برای آزادی بیان و برای صلح و برای گسترش حقوق زنان و برای آزادی مطبوعات. ایشون تا چند سال پیش مقنعه میپوشیده، مقنعه رو پس داده و طرفدار روسری های رنگی. تو تمام عکساش هم اگر نگاه کنیم روسری های رنگی، فقط دوست داره صورتش پیدا شه. در واقع در سال 2004 در یک کنفرانس صورتش، نقابش رو کنار گذاشت و به روسری یا روسری رنگی روی آورد. خب دومین برنده جایزه صلح نوبل خانم، ببینم کدام عکس رو براتون فرستادم، آیا خانم ری، بله بله، این بانو لای گوبوف 43 ساله است و لیبریا، در شاخ یکی از کشورهای شاخ آفریقا است لیبریا. ایشون با جنبش صلح‌آمیز جمعیت زنان به دومین جنگ داخلی در لیبریا در سال 2003 پایان داد. مذهبش لوترانه و بسیار این خانم فعال سیاسی هست در کشور لیبریا. سومین برنده جایزه صلح نوبل رئیس جمهور لیبریا، یک خانم 74 ساله، سال گذشتن با آقای اوباما ملاقات داشت و ایشون عهده‌دار وزارت اقتصاد بود در کشورش از سال 1979 تا 1980، و بعد
اولین و تنها زن رئیس جمهور در قاره آفریقا می باشه، خانم ایلن جانسون سرلیپ در رشته اقتصاد تحصیل کرده در کالج وست افریقا، کالج بله غرب آفریقا، و بعد مدتی هم حبس خانگی و زندان بود به دلیل اینکه به هر حال سخنرانی قرایی میکرد و بر علیه حاکمان حاضر افشاگرانه، سخنرانی های افشاگرانه. و در این لیبریا چون الان این دو بانو، یکی رئیس جمهورش و یکی که از حقوق بشری هاش، دو تن از سه بانوی برنده جایزه صلح نوبل 2011 شدن، ما یک جلسه به این دو بانو و بانوان این سرزمین لیبریا، یکی از کشورهایی که ما نمیشناسیم، نشنیدیم، نمیدونیم، این پوشی کشوری است در غرب آفریقا پوشیده از جنگل، 3,700,000 جمعیت داره، زبان رسمشون انگلیسیه، اما به 30 زبان دایولاگ هم در سراسر کشور صحبت میشه. مساحتش 111,369 کیلومتر مربع و در واقع لیبریا و اتیوپیا دو کشور مدرن در آفریقایی هستن که با فرهنگ اروپایی بیشتر آمیختن. این خانوم، یعنی خانوم الن جانسون سرلپ، تنها رئیس جمهور زن افریقا و برنده جایزه صلح نوبل، دانشگاه های کلرادو، ویسکانسین، هاروارد و تحصیل کرده. متدیست هم مذهبشه، این شاخه‌ای از مذهب مسیحیته. یک بار دیگه این سه بانو رو با هم نشون بدید که امسال تلاشگران حقوق بشر برای صلح و آزادی و باعث افتخاره که زنان، حالا خب کمتر زنان از اون مناطق به صلح شناخته میشن یا توجهشون هست. بله، دوباره خانوم از چپ به راست، سرکار خانوم توکل کارمان از یمن، تلاشگر حقوق بشری، خانوم وسط لیما گبوف از کشور لیبریا، تلاشگر حقوق بشر، و دست راست خانوم الن جانسون سرلاف، رئیس جمهور کشور لیبریا در شاخ آفریقا. این سه بانو امسال برندگان جایزه صلح نوبل شناخته شدند. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر از شما، بس این سه بانو باعث افتخارن واقعا. بریم به ایران. یه سری عکس از ترویج خرافات، البته ترویج خرافات بعضی از اینها دعا و کفبینی و ورقبینی و فال قهوه و پیشگویی، اینا در همه دنیا هست، در کشورهای پیشرفته هست، در امریکا هست، در انگلیس هست دیگه. این فیلم هایی که میبینیم در انگلیس و خانه های هانتد که روح در خانه زندگی میکنه، پیغام آور خواهد بود، میاد انتقام میگیره. حالا این در ایران، خب در ایران هم هست، یه تفریحی هم هست، بیشتر قبیله خانوم ها طرفدار این نوع سرگرمی ها هستن. سرگرمی دیگه قشنگیه، ولی بعضی ها واقعا ایمان دارن، اعتقاد دارن، زندگیشون رو از لحاظ مالی میذارن در دسته فالگیر یا فالبین، و گاه توصیه های اون فالگیر یا فالبین زندگی اینها رو به هم میزنه، گاه در اثر این معجون هایی که به اینها میدن بنوشن دچار بیماری میشن، یا معجون هایی که میدن در غذای شوهرشون بریزن. اما میخوان به ایران، به حالا به هر حال ما به اعتقادات مردم کاری ندیم، ولی به اونجایی که دولت، اگر این خصوصی باشه، دولت میاد و این خرافات رو نهادینه میکنه برای اینکه مردم رو بیشتر وابسته بکنه
به سیستم رهبری اینجاست که خطرناک میشه. عکس ها آماده است نازنینم، اگر لطف کنی نشون بدید. بله ببینید، اینجا در واقع کاری که کردن یه سری از این سنگ ها هستن، اینا هر کدوم بر ماه به خصوص، یعنی در این ماه این سنگ ها میتونن آرزو یا نیت تو رو برآورده کنند. درسته؟ خیلی خوب، این سنگ ها رو حالا ببینید چقدر این سنگ ها رو فروش میده در هر ماه مرداد، شهریور و ماه های دیگر. و خدمتتون بریم پایین تر، لطف بفرمایید عزیز دلم، به بستن در واقع دخیل به این نقره ها. حالا این خانوم هم شاید جزء موج سبزه که چون دست های مختلف، لب های مختلف به این نقره ها در این اماکن مذهبی میخوره، ناقل بیماری هستن. و چه خوب که خانوم ها و آقایون بدونن دستاشون رو بشورن، مواظب باشن، ضد عفونی کنن. و خود کارگران یا کسانی که داخل این مراکز مذهبی کار میکنن، اماکن مذهبی به ویژه در حرم امام رضا، زادگاه خودم، اونجا اینها رو ضد عفونی کنن، چون یکی از بزرگترین بیماری های جذام این در زمان شاه سابق گزارش داده شد، اما انتقال داده نشد، انتشار داده نشد از وحشت روحانیون، که همین ارتباط با این نقره های امامزاده هاست. به هر حال حالا داره دخیل میبنده به نقره امامزاده، مثل گره زدن روز سیزده به در. اگر تشریف ببرین پایین تر، اینجاها شخصی، البته محل بله دولتیه، اما جایی که طالبینی و آموزش اسرار کفبینی که این فکر میکنم در هند هست، در همه جای دنیا هست. لطف کنید عزیزم نشان بدهید دیگه، که پس از دیگری که چاه عریضه قسمت خواهران. این هستش که اینجا هستش که باید گفت از این اعتقاد و ایمان یا تفریحی که خانوم ها دارن، این دولت چگونه بهره برداری سیاسی میکنه و میبره به جایی که باید ببره. چاه عریضه خواهد که بیارین در جلو پولتون و نظرتون و ایمانتون و ذهنیتتون و اینم داره برای امام زمان نامه مینویسه. والا وقتی خمینی آمد گفتن امام زمان زور کرده، مگه امام زمان دوباره رفت تو چاه؟ حالا هم که مقوا شده. خب امام زمان ما مقوایی از آب در اومده. بسیار خب، خدمتتون خواستم یک فیلم کوتاهی نشون بدم قبل از اینکه بریم دقایقی به دوران مشروطه، زنان، نقش زنان در دوران مشروطه بپردازیم، که ملکه نروژ به دعوت یک دختر ایرانی به نام مینا رفت به جشن تولدش. یعنی دختر در فیسبوک ایمیل زده، فکرم نمیکرد ملکه نروژ بیاد، گفتید من یک دختر ایرانی هم آرزومه که تو در تولدم باشید. ببینید ملکه اینو، ملکه یعنی این در بین مردم بودن، شهبانو، شاهبانوان، یعنی این که خاکی بودن با مردم. نگاه کنید باورتون میشه که شهبانو و نروژ یک دختر ایرانی، و چه خانواده، چه خونه محقری دارن این خانواده ایرانی مینا خانوم، و چقدر رخ زده میشن. لطف بفرمایید به این ویدیو چند دقیقه نگاه کنید. Vi skal servere noen persiske småkaker som er veldig søte, like søte som kronprinsessen. Bare jeg sier velkommen, og jeg er veldig glad de kommer her. Fra sin hverdag på slottet til Grünerløkka. For å drikke te med familien Adampour. Besøket er en del av kampanjen Tea Time, der muslimer inviterer ikke-muslimer på nettopp te. Her er teen persisk, med safran, kanel og kardemomme.
Og historiene handler om å åpne heimen og være gjest. Alt det. Kanskje leilighet for lite, men hjertene er alt det. Ja! Hvor noen flotte barn du har. Du skaper jo noe. Du skaper et møtested også. For din familie og for alle venner. Steder man har lyst til å være og komme tilbake til. Et minne for livet for familien Adampour på Grünerløkka. Og helt sikkert også for gjestene fra slottet. Bale, Shahbanuye. Bale, Norvej. ببینید که شاه اسکاندیناوی این پادشاهی که در سوئد، نروژ، بلژیک اینا دوام پیدا میکنن چون بخشی از مردم پوز ندارن اون وقت بالا نیستن اینا این وقت یه رول تشریفاتی دارن حالا میگن ایران ما هم اگر بکاریم در نیاد نمیدونم ما اینجا اومدیم ما خاطرات زنها رو دوران مشروطه رو میخونیم واقعیاتی که اسنادش موجوده دست راستی و همه ریختن سر ما که ای شما داریم به پادشاهان بعد از مشروطه توهین میکنیم نمیدونم چجوری ممکنه ما یه روز یک سلطنتی بدون پوز داشته باشیم یا اصلا یک سیستم بدون پوز داشته باشیم خانم احمدی نژاد یا خانم آقای خامنه‌ای هرگز میرن تو خانواده های مردم به طور همین را مثل این خانم رندوملی پاشد رفت و هیچ فکرم نمیکرد که اینا بخوان فیلم برداری کنن اینا رو سورپرایز کرد اینه که مردم دوست دارن پادشاه اسپانیا رو دوست دارن چون میاد تو خیابون با مردمه دمش هم گرم تو قصرم زندگی کنه پوز نمیده با اوناست دستور کشتار نمیده اینه پادشاهی قرن 21 که الان در کشورهای اروپایی در واقع هست و در کشورهای مثل ما حالا پادشاهیش و جمهوریش یکیه این آقای اسد ببینیم میکشه مثل چی روزی صدها هرچی بیشتر میکشه قویتر و شادتر میشه ذهنیت باید عوض شه نوع حکومت مهم نیست و این ذهنیت خیلی مونده تا در منطقه ما عوض شه و تا زنان به آزادی نرسن نمیتونن مردان رو عوض بکنن اگر زنان هم در اروپا به آزادی نرسیده بودن نمیتونستن تولید کننده فرزندانی باشن که امروز اروپا رو تشکیل داده و ما میبینیم و دموکراسیش رو لمس میکنیم و ملکش رو میبینیم این گونه میاد در خانه و پادشاه اسپانیا رو میبینیم میره تو خیابون با یک دانشجو قهوه میخوره این هست حالا برگردیم به نقش زنان در نقش درخشان زنان ایران در دوران مشروطه در واقع اینجا بعد از به چوب بستن مجلس توسط محمد علی شاه قاجاره در جوان 1908 که مجلس به چوب بسته شد و مرکز مشروطیت به تبریز انتقال یا گروه های زنان این شهر به نهضت مقاومت پیوستند و برای اعاده مشروطیت مبارزه کردند. در جریان محاصره 10 ماهه تبریز توسط قشون سلطنتی گروه های از زنان با شجاعت و دلوری تمام با لباس مبدل برای دفاع از شهر به مردان ملحق شدند. انجمن تبریز از نقش ویژه زنان چنین یاد کرد. به موجب استخبارات صحیحه و اطلاعات موثقه که در دست داریم هستن زنان شیرافکن که در یک نقطه مهمه شهر به گاه جنگ با تغییر قیافت به یک مهارت خصوصی که در کار تیراندازی دارند سینه دشمن را می شکافند و آتش به فرق نامردانه سپاه یزید می بارند. انجمن گزارش هایی را به چاپ رسان حاکی از این که دسته های از زنان با لباس مردانه در میدان های نبرد امیرخیز و خیابان در کنار مردان مشاهده شدند. زنان دهقان در روستاهای کوچک آذربایجان نوزادان را به کول خود بستند و تفنگ به دست گرفتند و دوش و دوش مردان جنگیدند. حبل المتین که در کلکته منتشر می‌یافت یکی از روزنامه‌های عمده دوران مشروطه بود و مقالات و گزارش‌های بسیار وسیع از حرکت زنان در
آرشیو حبل المتین موجود است. حبل المتین که در یکی از نبردهای تبریز 20 زن گفت نوشت 20 زن با لباس مردانه در میان کشته ها یافت شدند. طاهرزاده بهزاد از اعضای نهضت مقاومت تبریز به سرباز مجروح اشاره کرد که برای مداوا حاضر نبود جامعش را از تن بدر کند. وقتی ستارخان رهبر مقاومت مداخله کرد، این سرباز به ستارخان اعتراف کرد که زن است و به این دلیل نمیخواهد لباس از تن خارج کند. زمانی که تبریز به تسخیر قشون سلطنتی در آمد، گروهی از زنان شهر نامه‌ای به عین دوله فرمانده قشون سلطنتی نوشتند و او را متهم کردند به اینکه همراه با محمد علی شاه و به شیوه یزید در صحرای کربلا بلا مانع رسیدن آب و غذا به مردم شهر می شود تا مقاومت آنها را در هم بشکند. نامه متنش این گونه هست: حضرت والا شاهزاده عین دوله، ما طایفه نسوان تبریز از خواب بیدار شده و زنجیر استبداد را به یکباره پاره کردیم. آفرین به عقل و درایتت ای حضرت والا که در این آخر عمر فریفته مباعید آن بدتر از یزید، یعنی محمد علی شاه قاجار، که از کسی که مجلس رو بعد از فرمان مشروطه به دست مظفرالدین شاه به توپ بست، پسرشه. مصیبت را که بر سر حضرت حسین علیه السلام آوردن میخوایی بر سر مسلمانان شیعیان در آوری، عجیب‌تر این است که خیال میکنی با این مظالم ملت از مشروطه دست برمیدارن. مردم خیلی متمسک به مذهب هم میشدن، مذهبی هم بودن، ولی اصلا مثل امروز نبود که اصلا اینا با شیوه های مذهبی و با توسل جستن به نام ائمه اطهار آزادی میخواستن، چادر برمی داشتن، مدرسه باز میکردن، حق رأی میخواستن، ایمانشون هم سری جاش. اوکی. عجیبتر این که خیال میکنی با این مظالم ملت ما از مشروطه دست برمیدارن و با بستن راه آزوغه تسلیم میگردن. هیهات ای حضرت والا که خطا رفت و غلط تصور فرموده اید. ما تا چند ماه آزوغه داریم. این رو زنان میگوین، زنان تبریز. بعد از آن برگ به کی؟ به یکی از مهمترین و خشنترین و سنگدلترین و خوناشامترین مردان حکومتی عین دوله. از مردشون هم نمیترسن که اینها گرفته بشن، شکنجه بشن یا کشته بشن. بعد از آن برگ درختان و گیاهان میخوریم، با میوه صد جو مینماییم، حتی گوشت گربه و سایر حیوانات را میخوریم و بالاخره در خون خود میغلطیم و تابع هوای نفس محمد علی میرزا نمیشویم، ولی شما بدنام میگردید که گشتند هم در تاریخ و این زنان خوشنام تا به امروز و تا به ابد. در میان نیروهای ملی که سرانجام در 1909 های تخت را فتح کردن، چندین زن، اینم زنان گروه چیز هستن، نسوان جمعیت زنان هستن، بله اولین گروه زنانی هستن که کشف حجاب کردن. این عکس رو ما روز شنبه نشون دادیم، چند باری دیگر نشون دادیم چه جنجالی شده که خانم این عکس را کجا آوردی، این دروغا چه میگی، زنها خودشون کشف حجاب کردن. خلاصه ما رو تهدید به این کردن که دیگه از این حرفا نزن. به هر حال این البته این زنها، این عکس در واقع یک دهه بعد از این ماجرایی که ما داریم میخونیم، این گروه بانوان خیلی گروهای دیگر قبل از اینها بودن، ولی همه در دوران قاجارها بودن. چندین زن نیز بودن که متاسفانه اطلاعات زیادی در موردشان نداریم. یکی از آنها لیلا، زن دهقان گیلانی بود که از دست اربابی که به او تجاوز کرده بود گریخته بود و به مبارزات پیوسته بود. دیگری زن کردی بود که شوهرش را نیروهای سلطنتی اعدام کرده بودند. از فیک دختر 13 ساله یفرومخان که رئیس در واقع ژاندارمری ایران بود، ارمنی بود و اصلا مذهب و موقع مطرح نبود بگن یک ارمنی آمده. دختر 13 ساله یفرومخان، و بهتون بگم حتی همسر یفرومخان هم، اینها از آزادی خواهان دوران مشروطه بودن و ارامنه، باید این رو در یک برنامه مجزا بگم،
چه نقش عمده و اساسی داشتن در اشاعه فرهنگ، مدارس، کمک کردن به زنان برای باز کردن مدارس و بسیار موضوعات دیگر که دوش تا دوش زنان ایستادن. و خب چون اینها آزادی بیشتر داشتن، مسیحی بودن، اون احکام اسلامی و پوشش اینها برای اونها آنگونه اجباری نبود که برای زنان دیگر. حالا دختر اسفیک، دختر 13 ساله یوفرام خان، رهبر نیروهای ملی نیز در میان مبارزان بود. در ژوئیه 1909 پایتخت فتح و حکومت مشروطه اعاده شد. مبارزه برای کسب حق تحصیل زنان و مشارکت اجتماعی بیشتر آنها بالا گرفت و ایده از روشن فکران به بحث و فحص و نقد مناسبت سنتی زن و مرد در فرهنگ ایران اسلامی پرداختن. میدونید که حق رأی زنان هم در مجلس دوم مطرح شد، پس از در واقع بعد از استبداد صغیر 1909 و توسط دو تلاشگر حقوق، تغییرزاده و وکیل رایا، دو وکیلی بودن، دو نماینده مجلس بودن که از حقوق زنها دفاع میکردن و میگفتن زنها باید صاحب حق رأی باشن، کما اینکه سالیان قبل از مجلس دوم خود زنها با برای حق رأی کوشیده بودن و کوشیدن تا سالها، در این که در سال 1940 یک زنها به حق رأی داده شد که خمینی ریخت و اون ماجرای ننگین مخالفت با زنها رو به وجود آورد که چرا حق رأی گرفتن. و وقتی که خودش برش در سال 1957 از این حق رأی زنها سوء استفاده کرد برای تثبیت حکومت خودش و جمهوری اسلامی، آری یا نه خدمتتون. بله، در میان نیروهای ملی که سرانجام در 1909 پایتخت را فتح کردن، چندین زن نیز بودند که متاسفانه اطلاعات زیادی در موردشان نداریم. بیشتر از یه قرن پیش ببینید زنان ما چه می‌کردند. یکی از آنها که اینو گفتیم، بله، بعد در بین سالهای 1906 و 1908 وقتی بود که توشیع شد فرمان مشروطه به دست مظفر شاه قاجار و 1908 در واقع پایان استبداد صغیر بود، زنان در نهضت ملی فعال شده بودند. آنها انجمنهایی تشکیل دادند، مدارسی تأسیس کردند و با علمای مستبد و نمایندگان منفعل مجلس رویارو شدند. با اعاره حکومت مشروطه در تابستان 1909 فعالیت علنی‌تر به کار پرداختند. انجمن مخدرات وطن و چندین جمعیت دیگر زنان با استقراض خارجی از بریتانیا و روسیه مخالفت کردند. قرض نگیریم، با بانک ملی باقص میکنیم، این قرض کمر ملت ایران رو میشکنه و دست خارجی رو باز میکنه به ایران. زنها مخالف قرض کردن از دول خارجی بودن و به خاطر همین هم جواهراتشون، ثروتشون، هرچی داشتن دادن تا بانک ملی ایران با همت زنان ایران افتتاح شد. و بحثشون اون موقع یک بانک سلطنتی بود و بانک استقراضی بود که روس که انگلیس برای اینها مبادلات رو و تکس ها رو هر چی بود در ایران میکشن بودن با درصد بالا و کشوری که خودش بانک نداشته باشه دیگه معلومه دیگه. و اینو ما باید همتی که زنها سرمایه گذاری کردن و بحث های عمومی درباره انواع مسائل اجتماعی و سیاسی از جمله حقوق زنان را تشویق کردند. به نوشته میخائیل پاولویچ، سوسیال دموکرات روس که هوادار انقلاب بود، او گفته است بعد از افتتاح دوره دوم مجلس رول زنان در زندگی سیاسی کشور رو به زیاد گذاشت. در تهران کلوپ ملی زنان تأسیس شد. غالبا زنان ناطقین معروف را برای ادای نطق خطابه به کلوب های خیش دعوت میکردن. در مواردی که از حقوق مقدس زنان دفاع به عمل میامد، با استقبال حقیقی آنان مواجه میشد. زندگی تو، حتی زندگی نو، حتی به داخل حرمسرا هم رسوخ کرد. زنان حرمسرا خیلی به خواندن روزنامه و بحث درباره مجلس بی علاقه بودن و میبینیم دو شاهزاده دربار، یکی بی بی اس
بیبی استرابادی، بیبی خانم استرابادی، اولین روزنامه‌نگار ایران و دو دیگر دختر ناصرالدین شاه، اینها جزء آزادی خواهان بودند رو شاه ساده و چه کارها کردند، چه داخل حرم سرا، چه داخل دربار و چه در خارج از دربار، در جامعه و کارها کردند. به هر حال نقش زنان در دوران مشروطه، در واقع در دوران قاجاریه، در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 متاسفانه خاک خورده تا به امروز، تحریف شده، تهدید شده به گفتنش. بنده را هم حتی همکاران و دوستان دست راستی تهدید میکنن، توهین میزنن، توهین میکنن و فکر میکنن اینها را من نوشتم. این در واقع از کتاب انقلاب مشروط ایران خانم ژانت آفاری، این کتاب به انگلیسی نوشته شده و در دانشگاه، و این یکی از بزرگترین کتاب‌های تحقیقی است که به فارسی ترجمه شده در واقع، و مأخذ و منابعش دانشگاه‌های معتبر جهان بودن و نویسنده‌های مهم. این هستش که این یکی از کتابی است که در دست ما هست، ولی امروز از روی این کتاب این بخش رو خوندم. به هر حال ما به جنبش زنان در دوران مشروطه در 100 سال پیش اشاره خواهیم کرد، توسعه خواهیم داد. مهمه که زنان بدونن ریشه آنچه که امروز دارن، پایه و ستونش از کجا بوده، مادران و مادر بزرگان اونها چه کردن، و قدر بدونیم و به خود آنها امتیاز رو بدهیم. به هر حال روزهای شنبه 8 بامداد و 3 شنبه 4 بعد از ظهر زنده به وقت محلی کالیفرنیا. آقای وارتان فرصتی باقی مونده؟ فرصتی باقی مونده؟ 1 دقیقه، 1 دقیقه. در این 1 دقیقه خدمتتون بگم که روز شنبه اینم اعلام میکنم بنده دعوت شدم به تورنتو کانادا. چقدر زیبا، برای اولین بار میرم به تورنتو برای یک سخنرانی در ارتباط با 8 مارچ، روز جهانی زن، روز جهانی زن، و البته این روز 4 خواهد بود در تورنتو. روز شنبه من فلایرش رو خواهم خوند و خواهیم رفت در اونجا. دوستان سخنران سعی میکنم متن سخنرانی طوری تنظیم بکنم که همزمان با 100 سال جنبشه 8 مارس زنان ایران چه کردند، کم جلو نبودند از کلارا زیتکن و روزا لوکسانبورگ و ده ها زن دیگر که 8 مارس رو به سر رسوندند در اروپا و در امریکا. در ایران هم بودند، شاید هم جلوتر، منتها صداشون خفه بود. حالا ما امروز این افتخارات رو بازگو میکنیم تا بشناسیم تاریخ زن ایرانی رو. به هر حال به درود سپاس آقای وارتان، خدای طبیعت نگهدار شما تا برمان.